Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmadu nasalli ala rasulil kareem. Jalalat mab Muhammad Yunus Qanuni. Jalalat mab Ustad Muhammad Muhaqqiq. Janab Sayyid Sahib. Fazilat mab Muhtaram Janab Sayyid Mansur Agha. جلالت ما به محترم جناب امیر صاحب اسماعیل خان، جلالت ما به محترم استاد عطا، فضیلت ما به محترم جناب سید احمد گیلانی، بزرگان محترم، فضیلت ما به محترم جناب دکتر صاحب مجددی، بزرگان محترم جناب سباهون صاحب، جناب وزیر صاحب بسم الله خان، ناطقی صاحب، جناب سید نورالله آقا، جناب جنرال صاحب جرأت، خواهر محترم سلطانی، جناب محمد آقا، جناب سردار صاحب آصفی صاحب، جناب وزیر صاحب زاخلوال، وزیر صاحب محترم کارگر صاحب، جناب پوپل صاحب، وزیر صاحب محترم سید علی جاوید. عذر می خواهم که دید مجازه نمیتا تا تمام بزرگاره عزیج ببینم و از حضور گرمشان استقبال بکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیر و محترم و جلالت مابان و محترم و ورون و خویند و او گران و هیوادوال دیر شراغلاست، خوش آمدید، خوش کلیب سیز. نن یو تاریخی ورزده، نن موش د خپل ملګرو په اتفاق سره د افغانستان د ولسمشري د 1400 کال د ټاکنو د پاره د خپل د سولې او اعتدال ټیم رامنځته کړ، او نن که د خدای رضا وه دا ټیم به د کاندیدانو په صفت راجستر کړو. زموږ لوی هدف چې په هغه خاطر غواړو دا ټیم راجستر کو، د وطن ژغورنه او د حکومت د مشرتابه بدلون دی. موږ ملا تړلې ده چې ملي اعتماد یو ور بیا په دې هیواد کې احیا کړو او ملي وحدت یو ور بیا ټینګ کړو. موږ ژمنه کړې ده د سولې او د اعتدال د ټیم په صفت چې د سولې دپاره خپل ټول کوششونه هماهنګ کړو او په خپل اسلامي اعتقاداتو افغاني ارزښتو پر بنسټ د سولې دپاره ټولې مشروع هلې ځلې وکړو. موږ د خپل اسلامي افغاني او جهادي اعتقاداتو او ارزښتو پر بنسټ ملا تړلې ده د امنیت دپاره، عدالت، سوکالي او ښه حکومتدارۍ دپاره. بالاخره موږ نیت کړی دی او د لویه خدایه سه استدعا کوو چې په دې مبارزې کې چې د وطن د ژغورنې دپاره ده او زموږ د خلکو د ویر درد او د ماتم د ختمولو دپاره مو ملا تړلې ده موږ کامیابه کړي. د دغې ټیکټ او ټیم پول او ثبت هغه وخت ممکن سوی چې جلالت ما قانوني صاحب
او جلالت ما محقق سه موږ در سره پر یو بل باندې اعتماد وکړ، در سره یو اوږ تاریخ د افغانستان د دفاع او د افغانستان د مظلوم خلکو د خدمت د پاره لرو. یو په بل خبر وو، د یو د بل په قربانیو باندې خبر او یو بل ته احترام لرو او دې قربانیو ته ارج گذاری کوو. موږ د خپلو مشترکو هلو ځلو د تاریخ په رڼا کې فیصله وکړه چې د خدای د رضا دپاره زموږ د جهاد او د مقاومت د اهدافو دپاره او زموږ د مظلومو خلکو د آرزوګانو دپاره دا ټیم جوړ کړو او د وطن ټولو محترمو مشرانو ته رجوع وکړو تر څو په ګډه په دې مبارزې کې یو بل سره همکاري وو. جلالت مابان محترم، خواهران و برادران گرامی، تیم ما زمان ای اعتماد کسب کرد که شمار زیاد از بزرگان، شخصیت‌های ملی و سیاسی کشور، احزاب و نهادهای سیاسی و نهادهای مدنی، جامعه مدنی ما تصمیم گرفتند تا نه تنها از تیم صلح و اعتدال حمایت کنند بلکه عملاً این تیم را تشکیل بدن و جز او باشند. امروز از طرف همکار محترم ما آقای برنا کریمی نامهای اکثر این نهادهای سیاسی و شخصیت‌های بزرگ ملی گرفته شد، ولی شمار هم هنوز از لست باقی مانده. باور بکنین که تا آخرین لحظه هم این لست ادامه پیدا خواهد کرد. جمع ما خواست خدا باشه بزرگ و بزرگتر خواهد شد. تا کنون اضافه از 30 حزب و جریان محترم سیاسی کشور از این تیم حمایت کردند و جزء شدند و اضافه از 20 تن از شخصیت‌های ملی سیاسی و اداری کشور که سوابق درخشان خدمت به مردم افغانستان دارند از این تیم حمایت کردند. میدانم تا هنوز ما در ابتدایی ترین مرحله روند انتخاباتی قرار داریم، ماهای زیادی را در پیش رو خواهد داشتیم تا به هر فرد افغان، به هر شهروند محترم این کشور خود و به هر بزرگ از این کشور خود مراجعه بکنیم، فکر و برنامه خود توضیح بکنیم و حمایتشان جلب بکنیم. آنچه را امروز میشنویم تنها و تنها حمایت او بزرگای است که ما را قادر میسازه با اعتماد کامل به نفس به طرف سبت و راجستر برویم. بخیر. به ادامه رواج خوب وطن ما، امروز صبح با جلالت ماب کرزی صاحب زعیم ملی کشور و رئیس جمهور ازبک کشور ما تلفنی صحبت کردم و دعایشان گرفتم. دیشب با دستبوسی فضیلت ماب جناب حضرت صاحب رفتم، در بستر مریضی بودن
در امو حالت مرا به حضور پذیرفتن و گفت به خاطر افغانستان برای دعا میتون. از ایزد متعال برشان صحت و عافیت کامل میخوایم. دیشب همچنان افتخار صحبت تلفنی را با جناب محترم استاد سیاف داشتم. شخصا خدمت فضیلت ما پیر سید آمد گیلانی رفتم و از ایشان دعا گرفتم. از ایشان و خانواده محترمشان و بعدن شرفیاب حضور فضیلت ما سید منصور نادری شدم و از ایشان دعا گرفتم. از همه شما به خاطر دعایتان و خاطر اجازهتان و خاطر حمایتتان از صمیم قلب سپاسگزار است. اجازه بدین و هر یک شما اطمینان بدم که به خاطر رضای خداوند به خاطر منافع اولیای افغانستان و خاطر وحدت ملی مردم افغانستان و خاطر احیای اعتماد ملی در کشور و خاطر عدالت و به خاطر صلح و امنیت اعتماد شما را هیچ گاهی به زمین نندازم. اعتماد شما را به سرمایه سیاسی مبدل ساخته، سرمایه ارزشمند سیاسی و من حیث یک امانت به حضور مردم افغانستان رفته و از ایشان تقاضای اعتماد بکنیم. یقین کامل دارم که هر یک شما، هر نهاد محترم سیاسی و مدنی شما سرمایه عظیم را برای تیم صلح و اعتدال ایجاد کردی. این سرمایه عظیم در راستای خدمتگزاری صادقانه به ملت به کار گرفته خواهد شد. بزرگان محترم، اجازه بدین راجع به اهداف تیم صلح و اعتدال و موافقتنامه‌ای را که امروز به امضا رسانیدیم چند کلمه‌ای را خدمتتان عرض بکنم. هدف بزرگ ما یکی است: نجات افغانستان از حالت کنونی و از حکومت کنونی. به هیچ وجه به سیاست خوف و حراس افغانی باور نداریم، اما این مسئله مسئولانه است و واقع بینانه است تا در مورد خطرات صحبت کنیم که ملت بزرگ ما با او روبرو شده. اجازه بدین درک خدا با شما در میان بگذارم. با چهار خطر حیاتی روبرو شدیم. اول، تداوم جنگ تحمیلی و ظالمانه بر ملت ما. دوم، رقابت‌های بین المللی و بی‌ثباتی منطقه که امکان تداوم جنگ نیابتی را در کشور ممکن می‌سازد. سوم، فقر و محرومیت بی‌نظیر ملت ما در حالی که ثروتمندترین ملت از لحاظ معنویات در روی کره خاکی هستیم ولی از لحاظ مادی فقیرترین و محرومترین ملل در آسیای مرکزی و جنوبی باقی ماندیم. به نسبت جنگ فقر اضافه‌تر افغانای ما را هر روز
زندگیش با خطر روبرو میسازه. چهارم، خطری که با او روبرو شدیم ناتوانی حکومت موجود است، که نه تنها توان زیر نداره که این خطرها را دفع کنه، بلکه هر روز فرصتهای طلایی کشور ما را از دست میده. دفع این چهار خطر به مرام عمده ما مبدل شده. اجازه بفرمایین تا برنامه را که به خاطر پیروزی در این مبارزه بر حق مردم افغانستان مطرح کردیم، حداقل با اختصار در هفت محور خدمتتان توضیح بدم. اول، احیای اعتماد ملی و تحکیم وحدت ملی اولین مرام ماست. در این هیچ جای شک نیست که وحدت ملی ما اکنون تنها صرفاً و صرفاً یک وجیبه اخلاقی نبوده، بلکه یک رسالت تاریخی ماست به خاطر بقای ملت ما. ما از حالت موجود اعتماد و وحدت ملی ما نگران هستیم. شک و تردید و بی‌اعتمادی سراسر نظام فرا گرفته، مردم ما را به شدت نگران ساخته. با تاسف که در سالهای اخیر این وضعیت بدتر شده. از دید ما عملکرد حکومت موجود ما این مشکل بدتر و بدتر ساخته. چهار موضوع مشخصاً سبب نگرانی ما شده که باعث تضعیف اعتماد ملی و روحی وحدت ملی شده. اول، انحصار یک گروه کوچک بر روند تصمیم گیری در مورد سرنوشت یک ملت بزرگ. این نوع انحصار اعتماد ملی را تولید نمی کنه. دوم، هیچ نوع تلاشی که امید ایجاد کنه که مشارکت واقعی سیاسی در اجندای رهبری فعلی حکومت ما قرار داره، چون این تلاش را ما نمیبینیم. برعکس، علی‌رغم تمام تلاش‌های شماره از ما و کوشش‌های ما، وضعیت بدتر یافتیم. با او خاطر مجبورن رای خدا، ولی با افتخار جدا کردیم. سوم، تقسیم غیر عادلانه فرصت‌های اقتصادی. فقط بر اساس روابط، سلیقه‌های خاص سیاسی، شمار بر فرصت‌های موجود انحصار دارن و قسمت اعظم ملت از او محروم ساخته شده. آخرین مسئله‌ای که سبب نگرانی ماست که به اعتماد ملی و وحدت ما صدمه زده، ترویج فرهنگ توهین و اهانت است که در نظام و در روابط سیاسی رهبری حکومت فعلی ما به صورت متاسفانه بسیار مایوس کننده دیده میشه. این ملت پر افتخار هر تکلیف میتونه قبول کنه، نه اهانت و توهینه. تیم صلح و اعتدالی وضعیت تغییر خواهد داد با توکل به خداوند. ما سخت متحد به ایجاد یک نظام مشورتی با تمام مردم افغانستان، از ریاست جمهوری تا هر قریه افغانستان،
به یک نظام مشورتی حقیقی و واقعی متحد هستیم. ما به مشارکت سیاسی حقیقی ملت خود متحد هستیم. از سطح ریاست جمهوری تا هر قریه و هر گذر کشور ما. این حق ملت است که در مشوره شریک باشه، در نظام مشارکت داشته باشه تا سرنوشتش خودش تعیین بکنه، نه یک گروه کوچک انحصاری. ما سخت متحد به توسعه عدالت اجتماعی هستیم. هیچ وحدت ملی نمیتونه پایدار باشه مگر اینکه بر اساس بنیاد محکم عدالت اجتماعی برقرار شود. با اعتقاد عقاید مقدس اسلامی ما و در روشنایی ارزش‌های جهاد و مقاومت ما و با توجه به ارزش‌های عالی افغانی ما متحد هستیم تا نظام نو آموزش و پرورش و تعمیم فرهنگ اصیل افغانی را من حیث تهداب اساسی اعتماد و وحدت ملی خود ترقی بدیم. با توجه به محدودیت وقت اجازه را که چه ده نور و پروگرامو په حکلا په اختصار سره خبری وکم. زموج دویم تعهد او منه چې نن یې کوو د خپل ملت سره ستاسو مشرانو په حضور کې هغه عادلانه او تلپاتې صلح ده. زموج ملت صلح غواړي او موږ و دې هدف ته ژمن یو. د طالبانو سره صلح نه یوازې د داخلي جنگ مخه نیسي، بلکې و دې ملت ته دا توان ورکوي چې د خارجي تروریزم پر ضد باندې واحد په یو صف کې ودرېږي. زه شخصا و دې مسلې ته د زړه د کومې ژمن یم. غواړم هغه وصیت چې راته سوی دی د هغې څه یادونه وکړم. څه د پاسه دوه کاله مخکې د دې چې فضیلت معاب سید احمد پیر سید احمد ګیلانی حق ته ورسیږي، زه حضور ته ومنم او دغه مجلس ثبات په یوه ورځ کې حق ته ورسید او هلته یو وصیت راته وکړي چې یو شی درڅخه غواړم چې باقی عمر دی د صلح دپاره تعهد که او د باقی عمر دپاره کوشش وکړه چې خدای دې ملک ته صلح راوړي. زه نن غواړم په صراحت سره تاسو ته اطمینان درکړم چې زه به د خپل پیر صاحب وصیت تر هغه ځایه پورې چې زما په انساني توان کې دی تر اخره ورسوم. د صلح په حکله اندېښنې لرو. اندېښنې مو ډېرې جدي دي. اول، د موجوده حکومت کړنلاره د صلح په حکله د اعتماد وړ نه ده. بې مشوره ځي، انحصار پر تصامیمو باندې لري او هغسې پالیسي یې غورې کړې دي چې د ملت د غوښتنو سره سمون نه لري. دوی اوس هم د 15 کالو نور وخت په حکله د سولې دپاره خبرې کوي. دا ملت نور 15 کاله د خونریزي توان نه لري. دوی یو انحصاري ټیم د مذاکرې دپاره تعیینوي چې هغه په هیڅ وجه د ملت اعتماد نسي حاصله کولی. زموږ دویمه اندېښنه دا ده چې افغانستان د سولې په بهیر کې په اوسنیو
مذاکراتو کې حضور نه لري. موږ به حضور یې زموږ د سرنوشت په حق له خبرې کیږي، اما موږ هله ته حضور نه لرو. او دریم، تر اوسه هم طالبان په دې اصرار لري چې د افغانستان د دولت سره خبرې نه کوي، اما تر اوسه پورې بین الافغاني خبرو ته هم آمادگی نه ده شودلی. یعنی په عمل کې داسې ګامونه نه دي پورته کړي چې زموږ اعتماد راسي چې بین الافغاني خبرې به شروع سي. په خیر، زموږ ټیم په دې هکله خاص وړاندیز لري. مخکې د انتخاباتو، او که خدای موږ په انتخاباتو کې کامیاب کړي، په دواړو حالاتو کې موږ و صلح ته ژمن پاتې کیږو او د صلح دپاره به کار وکړو. ځینې داسې کړی دا اندېښنه او نگرانی را رامنځته کړې ده چې ګواکې صلح او انتخابات یو بل سره په ټکر کې دي. زموږ په نظر دوی یو بل سره په ټکر کې نه دي. موږ د سولې او د اعتدال ټیم یو، دا دواړه بهیرونه به یو کړو د ملت لپاره به صلح راوړو. موږ پر ملي اجماع باندې تاکید کوو د صلح دپاره، او موږ په سیمه ییزه اجماع باندې د صلح دپاره تاکید کوو. پر حکومت غږ کوو چې د صلح دپاره شفاف او مسؤولانه ګامونه پورته کړي. یو اول اقدام د دې کار دپاره د حزب اسلامي سره د سولې د موافقتنامې د تطبیق مسله ده. که حکومت دا موافقتنامه په اخلاص سره تطبیق نه کړي، هیڅکله به دا اعتماد پیدا نه شي چې نورې موافقتنامې به دوی تطبیق کړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې دا تاریخي فرصت دې د لاسه نه ورکوي. په اطمینان سره وایو هغه دلایل چې دوی د جنگ دپاره درلودل یا یې لري، امکان د دې چې دا دلایل رفع سي موجود دی، اما د خبرو د لارې. دوی باید خبرو ته کښینی تر څو د ملت دغه خونریزي ختمه کړي، او هغه دلایل چې د جنگ باعث دي د دوی په ځم باندې هغه له منځه یوسي. موږ پر خپل دوست هیواد امریکې باندې هم غږ کوو چې ستاسو د صلحې د نوښت سره ملاتړ کوو، اما شرط مو دا دی چې باید افغانستان پکې حضور ولري. شرط مو دا دی چې بین الافغاني مذاکره شروع شي. دا مذاکره نسی کېدلی چې یوازې د نورو په منځ کې. همکاران عزیز و گرامی، با توجه به محدودیت زمانی اجازه بدین در مورد سایر برنامه های و محورهای عمده تیم ما فقط و فقط با اختصار اشارات داشته باش. محور سوم برنامه ما امنیت سراسری در کشور خواهد بود. در مورد امنیت افکار داریم که با شما شریک بسازیم. تمام منابع ملی ما باید مسئولانه در اختیار نهادهای دفاعی و امنیتی کشور قرار بگیره تا برای دفاع صادقانه از میهن آماده شوند. سیاسی سازی ارگان های دفاعی و امنیتی ما باید متوقف ساخته شود. پالیسی های نادرست تقاعد زودنگام باید متوقف ساخته شود. قابلیت های ماربوی قوای ما باید ارتقا کنه. قوای هوایی و دفاع هوایی، مدافع هوایی مجددن باید به میان بیاید. همکاری ما با جامعه جهانی نهایت باید مستحکم شوه و برای مردم خود اعتکا بکنیم به خاطر امنیت. مردمی سازی امنیت
در سرخط برنامه ما قرار خواهد داشت. حکومتداری خوب محور چهارم ماست. اجازه بدهید تا با توجه به مشکلاتی که در حکومتداری موجود ما ظهور کرده عرض کنم که تیم ما متحد به انجام برنامه های خود بود که در برابر فساد اداری و سوء مدیریت در حکومت با قاطعیت کامل عمل بکنم. پنجم، عدالت، بشری حقوق او زموږ د خویندې حقوق دا باید په ټول قوت سره زموږ د پروګرام د خوا حمایت سي. زه پوهیږم په دې هکله موږ ډېرې خبرې لرو چې ویې کړو، د وخت اجازه نه لرم. اجازه راکړئ چې تاکید وکم چې زموږ د خلکو حقوق، آزادۍ او زموږ د خلکو د ښه ژوند اهداف او اصول به زموږ د پروګرام ستون فقرات دي. زموږ پروګرام به ودې ته ژمن وي. موږ به د خپلو خلکو حقوقو ته ژمن یو. موږ به حقوق بشر، د ښځو حقوقو ته او د خپل ټولو هیوادوالو حقوقو ته به ژمن پاتې سو. مبارزه با فقر و رشد همشمول اقتصادی محور ششم برنامه ما خواهد بود. یک بار دیگه با احترام سر حکومت صدا میزنم که نگذارین که فساد شما و سوء مدیریت شما و انحصار شما بر فرصت‌های اقتصادی باعث شدت بیشتر فقر در کشور ما شود. در این راستا ما با قویترین برنامه های علمی و مردمی به پیش خواهیم رفت. هفتم، همکاری با منطقه و جامعه بین المللی با توجه به مشکلاتی که در سالهای اخیر پیدا کردیم. عزیزای محترم، ما سه هدف عمده برای نجات وطن خود در سیاست خارجی داریم در پهلوی سایر اهداف ما. اول، مبارزه با تروریسم و امنیت. دوم، صلح پایدار در کشور. سوم، رشد اقتصادی. رشد همشمول اقتصادی. این سه هدف ما بدون همکاری صادقانه با منطقه و جامعه بین المللی به دست نمی‌آید. اما در سالهای اخیر منطقه نگران شده در مورد ما، شک و شبهه پیدا کرده در مورد کشور ما. دو اصل باید تضمین بکنیم و کاملا اعتقاد دارم که در صورت پیروزی، خداوند پیروزی نصیب کنه، تیم صلح و اعتدال این دو اصل رعایت خواهد کرد. اول، که به تمام کشورها اطمینان بدیم که خاک ما، از خاک مقدس ما کس علی از اونا تهدید را متوجه نسازد. و در عین زمان از اونا توقع و انتظار داریم که از خاک از اونا علی ما تهدید به امنیت ملی ما متوجه نشود. اصل دوم که تیم ما او را دنبال خواهد کرد، موضوع حصول اطمینان در سطح منطقه و بین المللی که افغانستان به مرکز همکاری مبدل شود، نه به مرکز تقابل و جنگ های نیابتی. بزرگان محترم، در هفته های بعدی شما با تفصیل افکار ما در مورد برنامه های ملی ما آشنا خواهد شدیم. اجازه بدین باز هم عرض بکنم، افکار ما افکار یک رهبر بیخبر از مردمش نیست. افکار ما نتیجه مشوره با مردم ما در تمام سطوح خواهد بود.
در اخیر اجازه بفرمایید تا به دو مورد به صورت مختصر اشاره کنیم. حالی که به طرف انتخابات میریم، ما از حکومت و نهادهای انتخاباتی حرکت مسئولانه میخواهیم. تجربه تلخ انتخابات پارلمانی ای امید در دل ما ایجاد نکرده. امیدوار هستیم با اصلاحات را که پیشنهاد میکنیم ملت ما از یک انتخابات شفاف، عادلانه و قابل اعتبار برخوردار شود. در این راستا ما پلان 8 فقره‌ای بر اصلاحات انتخاباتی داریم و ما از حکومت میخواهیم که به استقلال نهادهای انتخاباتی احترام بگذارد. انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کند. یک گل نو به آب میتن. هر روز یک تصمیم نو بدون مشوره ملت میگیرد. یک روز انتخابات به تاخیر مندازن، روز دیگه ثبت نام، روز دیگه در مورد سرنوشت نهادهای انتخاباتی گپ میزنن و یک روز هم در مورد تغییر قانون انتخابات. به رهبری محترم حکومت باید بگوییم که خیر است، دی ملک کس دیگه هم است که در تصمیم شریک باشه یا صرف شماستی. گرانو خویندو او ورونو، پداتیر اونه یکی تریو زیاد اندازه پوری زموج در نیوی تیم پهکل ناروا تبلیغات کیدل، غلط تبلیغات کیدل، پر موج اتهامات لگول چو دوی پا افغانستان که نظام بدلی، دوی گواه که پارلمانی یا فدرالی یا دا نظام راوری، دوی ملک التوایفی راوری پدی وطن کی. دا شی مطلق غلط دی محترم و هیوادوال. نن موج موافقت نامه امضا کړل او ستاسو حضور ته ولوستل سوه. موج خپل ریاستی نظام غواړو وساتو اما اصلاحات پکې راوړو. موج وویل چې څه اصلاحات پکې غواړو. موږ وویل چې د نظام په راس کې یو دریم معاونیت باید رامنځته سي د ریاست جمهوري. موږ وویل چې په نظام کې د نظام د ښېګڼې دپاره صدارت رامنځته سي، هغسې یو صدارت لکه چې شهید موسی شفیق پکې خدمت کوي. موږ وویل چې د نظام پرست کې مشورتي عالي شورا رامنځته سي. موږ وویل چې د خلکو د خدمت د ښه خدمت دپاره په ولایاتو کې اداراتو ته واک ورکړو. هغه ادارې چې واک ونه لري د هغې څنګه خدمت غواړي؟ دا د نظام بدلون نه دی، دا د نظام اصلاح او د نظام تقویت او د نظام ساتل دي. موږ درې سره د دې قانون اساسي په جرګې کې و، د دې قانون اساسي د جوړولو کې مو خورا زحمت وایستی. هغه شی چې مو په خپل لاس جوړ کړی هغه نه خرابوو، هغه جوړوو، هغه لا نور هم ټینګوو. بنا زه خپلو ټولو هیوادوالو ته په درناوي یوه خبره څرګندوم چې که زموږ ټیم ستاسو د رای او د اعتماد افتخار ترلاسه کړي، موږ به ستاسو اعتماد او ستاسو رای د صلح دپاره، د وحدت دپاره او د عدالت دپاره په کار واچوو. موږ ستاسو سره ژمنه کوو چې د الله تعالی د رضا دپاره د خپل وطن سره، د خپل خلکو سره او د خپل ملګرو سره وفا وکړو. زموږ وفا به په خبرو کې یوازې نه، زموږ وفا به په عمل کې
چې د خدای رضا او د خپل ملت اعتماد تر لاسه کو. د دغه سی ورځې په امید ستاسو د توجه او ستاسو د ملاتړ سره مننه کوم. کور مو آباد، خانه آباد و من الله توفیق.